در نظر بگیرید، ما رو بذارید جای خودتون و ببینید که چقدر ما هم باید بدی عزیزانمون جوابگو باشیم. و یه عده خانم ها متاسفانه میبینیم زنگ میزنن به همون و میگن که من دوست پسر اولیم اینجوری شد، دومی اینجوری شد، میخوام باید درد دل کنی. نازنینای من، گلای من، برنامه علم عبادیه برای درد دل ما اصلا نیستی. من اینو اینجا رو اعلام کنم براتون و برای کسی که میخواد صداش پخش نشه برای برنامه علم عبادی، خواهش میکنم به من زنگ نزن عزیزم. ما نیاز نداریم که، مطمئن باش برنامه علم عبادی در کشور عزیزم ایران طرفدارای خودشو داره نازنینای من، و در ملیتهای دیگه مطمئن باش بسیار طرفدار داره. به این دلیل که جایی که معجزه نور الهی باشه عزیزم، لازم نیست که براش تبلیغات بشه. پس نازنینم عزیزم، امیدوارم شما در نظر بگیرین این تلویزیون مال یه خانومه که در اصل برای شما عزیزانه و با مشکلاتی که با تلویزیون‌های دیگه بود، مطمئن باش عزیزم میتونه روپای خودش وایسته. امیدوارم شما عزیزانی که نمیدونین، نمیشناسین، سعی کنین تجربهاتون رو بیشتر کنید، سعی کنید بیشتر بدونید. و نازنینای من، گلای من، کسانی به این خط زنگ بزنن که واقعا عاشق نور الهی هستن و هفت استاد نازنین رو بیش از جونشون دوست دارن. برای چی میگیم بیش از جونشون عزیزای من؟ تماما دارن معجزه های لطف الهی رو، لطف پروردگار رو انجام میدن برای شما عزیزا، که تمام نعمت ها از لطف خدای مهربان میاد. اونها عزیزن به این دلیلی که پیش خدای مهربان عزیزن. نازنینای من، امیدوارم شما، گلای من، شما نازنینای من متوجه باشین. همیشه عادت کردیم نازنینای من، خانواده هایی که به این نوع مسائل همیت میدن، همیشه عادت کردیم به بزرگان احترام بذاریم و سعی کنیم این چنین باشه تا حتی شفا پیدا کرده هامونو همیشه ازتون خواهش میکنیم، میگیم اسماشونو با احترام بیارین. آخه اونها پیش خدای مهربان از من و تو عزیزترن، به این دلیل که خدای مهربان دوباره زندگی بهشون داده، دوباره سلامتی آرامش بهشون داده. خدای مهربان پروردگار اونا رو امتحان کرده و امتحاناشون رو خوب پس دادن که تونستن دوباره شفای الهی شامل حالشون بشه. امیدوارم نازنین من، گل من، برنامه رو بشناسی، بدونی واقعا چی میخوای، برای چی تلفن میکنی، هدفت چی عزیزم. با این شرایط سعی میکنیم خطاتون رو بگیریم. باز هم امیدوارم جوابتون رو گرفته باشین. برای شهر سوخته سرمایه گذاری عزیزای من هنوز میتونین انجام بدین. تا کیه؟ من نمیدونم. امیدوارم که تا کی به نتیجه میرسین، قبل از آخر ماه رمضان عزیزای من. ولی شما نازنینای من، شما عزیزای من، امیدوارم که وقتی گنجی نمیخوای عزیزم، باید تو زندگی، خیلی ها هستن برای سفرهای مختلف با ما اومدن برای گنجینه، کشور به کشور اومدن نازنینای من. پس یه مقدار انسان عرق میکنه که بگه که مثال من از تهران و نمیتونم مثال برای شهر سوخته بیام. یه مقداری، البته ما لازم نداریم بیان اصلا. امیدوارم که شما، گلای من، شما نازنینای من، برنامه رو بشناسیم، بدونید و اون موقع نور الهی رو بخواین و امیدوارم تو زندگیاتون بیاد. راجب مسئله آزمایشی که ما 5 روز پیش داشتیم، عزیزای من، گلای من، یه مشکل دیگه ای داریم که من رو تلویزیون جواب شما عزیزا رو دادم. حالا بعضیا زنگ میزنن میگن ما نبودیم، بعضیا میگن ما مهمون داشتیم، بعضیا میگن ما مهمونی بودیم. عزیزای من، گلای من، خواهش میکنم لطف بفرمایین و این چنین نکنین. اگه تو مهمونی هستی و من نمیتونم دونه دونه بیام در خونه هاتون رو بزنم و توی خونه به شما بگم عزیزم جواب این بود، امیدوارم یه مقدار اینا رو در نظر بگیرین که واقعا میتونه خودخواهی باشه. امیدوارم خدای مهربان پروردگار خودخواهی رو از من و تو زندگیمون دور کنه تا بتونیم راحت تر زندگی کنیم و دیگرانم، اطرافیانمونم راحت باشن.